سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم آقا امین درخواست کرد من پول بیارم من حسن ندارم تا اتاقم برم پول بیارم حسن همین نمیدونم ولی لطفا اگه میشه ادیتور اگه میشه اینجا پول بذار اگه نمیشه اونجا پول بذار چیه سوال که به پول رب داره؟ آقا ما تو این باکس گذاشتیم مثل همیشه اگه این سه سوال رو حتما فالو کنید یا تو. اینجا تو، توی اینجا کامنت بذارین که چی میخواد امین از من بپرسه کمکمون کنین برنامه خوب بسازیم حمید نوشته که آقا راجع مدیریت مالی بگو وقتی که من هفتاد سالم شد دیگه نتونستم کار کنم چجوری بخورم چجوری زندگی کنم وقتی مثلا الان یه پولی در میارم اون موقع چجوری زندگی کنم که اون موقع هم اوکی باشه من بچه که بودم میخواستم بخوابم ما بزرگم من تعریف میکرد که یه جی جی اکنش حساب دست خوش حالور و مورچه ها داشتن غذا جمع میکردن بعد هی جی اینا رو مسخره میکنه و اشغال میکنه بعضی نمیسون که میشه جی جی غذا نداره میره پیش مورچه میگه دادا به من غذا بده مورچه میگه که من که بهت گفتم دادا وقتی که هوا گرم بود غذا جمع کن من من, من خودم کافی خودم قضا داره. از جی جاکی می تو سرما و مرد میشه میمیره اینم همون داستانه خیلی ساده است تو وقتی که جوونی با فکر پیرید باشی تو کسی که تو جوونی به فکر پیریش نیست یا میگه من فکر میکنم مثلا پولم رو میتونم همیشه بسازم یا کار که همیشه هست یا از این حرف و حقی که اینجوری فکر میکنه یه تایمی اکثریتشون توی سن بالا خیلی پشیمون میشن و هیچ کاری هم نمیتونی بکنی یعنی یکی از اون که وقتی بفهمی که دیگه دیر شده واسه همین همیشه تو باید از جوانی دنبالش باشی به علاوه این که تو وقتی که بهره پول رو بهش نگاه میکنی بهره بزرگترین قدرتش وقته و تو وقتی که توی بهش وقت بهش بدی میتونه خیلی خیلی زیاد بشه واسه همین تو اگه یه پول بذاری توی طلا یا مثلا تو ساک مارکت یا تو بیت کوین این تو طول مدت میتونه زیاد بشه حالا بیت کوین بیشتر طرف گمبلینگ طلا مطمئن ترینه. استاک مارکت هم دقیقا وسط بین بیت کوین و طلا دیگه من به من ربطی نداره که اگه کسی توی یه جایی که به دست دسترسی نره به اون دست سی نره دیگه باید هر کی خودشو خودش بگرده پیدا کنه چه جوری میتونه فروش جایی بذاره که تورم از بین نبرتش بعد پول پول آینده تو اکثر آدما میخوان به یه حدی برسن که بعدش این پول رو بزنن یه جایی میگه بذارم به ده سال به 10000 دلار برسم بعد دیگه هر چی در بیارم میذارم کنار یا مثلا من که انقدر دارم حالا تو اون حسابم هست دیگه چیزی نمیشه اینجوری همیشه میرن جلو به نظر من تو باید پول تو درصدی بری جلو و بگی که آقا من اینقدر درصد هر چقدر خود دلت میخواد از درماه پول میذارم کنار هر کوچیک باشه یعنی حتی اگر یه دونه شاگرد توی بازار هستی که حقوقش هست چه میدونم 150 هزار بعد اونم ریسپکت بکنی به یو که من گفتم سی درصد پول میذارم کنار سی درصد 150 هزار تومن میشه چه میدونم 45 هزار تومن این 45 هزار تومن رو من میرم میذارمش کنار بعد روز دهم ده میشه 450 هزار تومن 450 هزار تومن کمترین پولی که تو میتونی باهاش بری مثلا میگم طلا بخری میگم من یه گرم طلا میخوام یا چه میدونم هر چی دیگه میگم اینش دیگه با طرفه بعد تو وقتی این کارو بکنی قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود یکی از قوی ترین ضرار مسائل ایرانیه تو وقتی این کار انجام بدی میتونی بعد چند وقت به چندین چیز خوب بر اتفاق میفته چون تو وقتی داری این پول جمع میکنی حالا مثلا من خودم مثال میزنم وقتی من این پول شروع کردم جمع کردن سنم بوده مثلا چه میدونم 20 سال الان که شدم واج الان قضا کرده میاد بچا الان که من مثلا 20 سالم بود شروع کردم الان که شده 40 سالم اینجوری نیستش که من بعد وایسم تو 65 سالگی که سود پولم به برسه همین الان که 40 سالمه وقتی با یه کمپانی قرار میخوام کار بکنم یا مثلا یه پولی بخوام قرض بکنم میگم راستی من یه حسابم دارم توش مثلا اینقدر پوله بعد کمپانی که نمیبینن همه براشون جالبه و خیلی شخصیت جلوی کمپانی میبره بالا چون کم کسی هست که عقلش به این کار برسه چرا من نمیدونم یعنی منطق میگه که عقلت باید برسه خیلی ساده است پول جمع کن ولی آدما همیشه میگن که نه من الان خرجم از 10000 تومان دارم 9000 تومان در میارم 1000 تومان کم دارم چجوری خرج کنم حالا همین مثالی که یو از باسم دروردم و ببین همه باش اوکی بودن تازه هزار تومن هم کم بود ولی پوینت چیه اون آدما با اون هزار تومن کم بودم دارن زندگی میکنن حالا این هزار تومن میتونست 500 تومن باشه کم میتونست باشه دو هزار تومن کم پس تو هنوز میتونستی با اون کمه بسازی حالا چه میدونم غذا نمیخوری لباس دیتر میخری هر چیزی که هست که باید به با اون برسی اگه یاری به چاقو بزنی یک جرات بگه مزیمه باید در پروتو و در اصل پول هر ماه میبرم و اگه مامات و خواهرت و بابات و با هم لط و پار میکنم هر کسی میگه که در اصل ما رو ببرید دیگه فکر نمیکنم نه من خرجم اینطوریه واسه همین پس میتونی اون رو بزنی فقط نمیدونم چرا نمیفهمی که آدم ها باید تو سن سن بالا به فکر خودشون باشن مخصوصا هی داره بدتر و بدتر میشه قدیم رو پدر و مادر یعنی رو بچه یه خورده حالا موضوعی که من تو کانادا دنیا تو خوشم نیست پنج تا بچه دارن دورش میچرخن از دولت داره ده هزار دلار پول میگیره اشغال واسه خودش میکنه صبح یه نفر کمکش میکنه زور یه نفر کمکش میکنه می یکی یکی ظرفشو میشوره یکی فل قزوشو میاره بهش میرسن فلان به همه جوره بهش میرسن اشغال چون که بچه داره ولی بچه های آینده اینجوری نیستم به نظر من من, انت... من هیچ گوی واسه مامبا خودم نخوردم مثلا من که فکر می‌کنم آدم خوبی ام و و اینا هیچ کاری واسه ننه بابام نکردم هیچ انتظاری هم از بچه هم ندارم چون دنیا داره عوض میشه پس باید به فکر خودم باشم وقتی بذاری یه کوچیک بذاری کنار این باعث میشه که تو تو آینده خیالت راحت باشه و توی این راه هم قوی تر باشی مثلا میگم من الان اگه یکی بیاد به من بگه یو بیا اگه یه میلیون دلار پول بذاری اینجا میشه ده میلیون دلار توی مثلا دو هفته من چون این حسابایی که دارم بهتون میگم و دارم میتونم این پول رو برم بذارم هیچ نمیذارم چون من آدم ریسپذیری نیستم میخوام همینجوری آروم آروم بره بالا ولی دارم میگم اونی که ریش یا اونی که واقعا دیده یا خودش با یه آیدیا کمپ کرده که میگه آقا من میدونم اگه انجام یه میلیون خرج کنم حتما به ده میلیون میرسه تو سن 40 تو سن 50 میتونم این کارو بکنم در که اگه من اینا رو نداشتم با سه سوال 65 ساله الانم نمیتونم تو 45 یه همچین کاریو بکنم یا تو سن 50 یه کاریو بکنم بر همین خیلی ساده است فقط تو یه درصدی از پول تو هر چقدر که میخواد باشه کم در میاری هیچ وقت هم بهش دست نمیزنی مامانت هم بره تو بیمارستان بهش دست نمیزنی خودت هم بره تو بیمارستان بهش دست نمیزنی میگه آقا این پول باسه یه من 65 ساله است خیلی ساده و بدون شلوغ پلوغ بخوام بگم اینجوری میشه حالا نظر شما چیه امین من حقیقتا یه اینو چند وقت پیش شما خودت حرف میزدم بهم گفتی و یه دو ماهی از دارم میکنم هر چقدرم کم بالاخره دارم انجامش میدم نگفتم واسه 65 ساله گفتم واسه 40 ساله نمیدونم حالا درست یا غلط گفتم 40 می خیلی آیدیات خوبه فقط اگه سعی یه چیزی اد کنم اینجا 65 بهتره چون چهر خیلی سعیتر از اون چیزی که فکر میکنی میاد و 25 سال توی داستان 20 سال و 25 سال بهش اضافه کنی خیلی میتونه بزرگتر و قوی تر بشه میدونی چون وقتی تو الان 32 بشی این پول خیلی خفن نشده باشه یهو امکان داره سردت کنه چون میگه بابا من که 12 سالش گوی نخردم دیگه چه برسه به 8 سال آخرش ولی وقتی 32 بشی هیچ مهمی نیست بعد 42 هم بشی بعد مهمی نیست 52 بشی این اتفاق واسهت میفته که توی یکی سنات تو 32 میافته. 52 هم بشی دیگه انقدر توش دیگه میگیم که تا تاش رفتیم دیگه بزنیم بریم دیگه 20 ساله رو مثلا خیلی فاصله زیاد دیدم و احتمالام اون 65 آ گفتم اوکی تا 20 سال آینده من اگه ماهی مثلا 500 دلار 200 دلار بتونم بذارم اونجا تقریبا مثلا 10 20 سال دیگه میشه 200 هزار تا 300 هزار تا و من تو کل عمرم نمیتونم مثلا 300 هزار تا جمع کنم من اینجوری نگاش کردم بعد دو سه ماه هست دارم انجام میدم سخته داری شده آره امکان نره به ضرر بزنه این اینو دارم میگم یعنی مثلا آدمی هست که درآمدش از 10000 دلار بهش میگه آقا 200 دلار بذار که میگه نمیتونم بعد کارش از دست میده میره کار بعدی که میتونه بگیره درش میشه 4000 دلار و با اون زندگی میکنه بعد میگه هر اون زاده وقتی 10000 دلار بود چجوری 200 تا نمیتوسی دیو کنی چجوری الان 6000 دلار یا میتونی کم کنی آره یه این کار کردم یه این کار کردم خب چون اون موقع این کار اون کار, اون کار نکردی حالا من... بچه ها برای اینکه فشار نیاد میدونی به چی کار کنن کاری که خودت بهم گفتی تو فکر کن هفته یه باری دختری میاد بود میگه بریم دیت یه قهوه بخوریم پول قهوه رو انگار خودتو داری میبری یه قهوه میدی فقط تو توی حساب دیگه از این راحت تر واقعا چون میگم باید خودت بیشتر از همه دوست داشته باشی دیگه یه دونه ویدیوش هم کردم حرف جالب میزد هی hey, هر روز می هم میخوام بکنم یادم میره خدا کردی میگفت اگه این کارو بکنی خیلی بدن قوی میشه میگفت با دست چپ صبح مسواک بزن و بعد تو آینه به خود ده بار بگو دوستت دارم میگفت همین که میگی باعث میشه خودتو بیشتر دوست داشته باشی هم پوزتیو بشی با دست چپم که میزنی باعث میشه مغز تو انگولک کنه بیشتر قوی تر بشه چون همون با دست راست مسواک میزنی که دست راستن چپ چپ یا راست حالا من این کار خیلی برام جالب بود و نکردم هنوز یه ما هم یه هر روز میگم اه فردا سو فردا ولی الان میرم یه کاغذ میزنم رو آینم که یادم نره میزنم دست چپ خودتو دوست داشته باش خودتو ببر دیت بفرست واسه اون رفیقت که فقط پولشو داره خرج میکنه به فکر آیندهش نیست شاید چیزی یاد بگیره دمتون گرم چاکس